عجیبیه، تا حالا تنها ویدیو ضبط نکردم. همونطور که الان دارید این ویدیو رو میبینید، میبینید که پرنیان من در کنار خودم ندارم و دلیلش رو الان بهتون میگم، به خاطر اینکه پرنیان فوتبال رو به شما ترجیح داد. راستش خیلی حس عجیبیه، تا حالا تنها ویدیو ضبط نکردم، من همیشه پرنیان کنار خودم دارم. و راستش این ویدیو رو حتی نمیدونم برای چی دارم ضبط میکنم، ولی بیشتر به خاطر این دارم ضبط میکنم که یه خودم چه ساله کنم. من که واقعا این چند روزه رو خیلی بد گذروندم، چون من خیلی برام تعداد سابسکرایب کلا خیلی کانالمون برام مهمه، ولی روز به روز تعداد سابسکرایبمون داره میاد پایین و حتی نمیدونم چرا این اتفاق میفته. اون روز خود یوتیوب برای من مثلا ایمیل فرستاد که تبریک میگیم به 500 تا سابسکرایب رسیدی، ولی همون فرداش دیدم که دوباره سابسکرایبمون رسید زیر 500 تا و همینجوری هی هر روز داره کم میشه. پریا خیلی ریلکس باش کنار میاد و مشکل خاصی نداره، ولی من خیلی برام مهمه و هی اعصابم بیشتر خرد میشه. ولی همین که شما 496 نفر رو داریم که سابسکرایبمون کردید، خیلی به حس خوبی میده، چون من از وقتی که اومدم اینجا همه نزدیکا دوستانم و خانوادم رو از دست دادم و خب از همشون فاصله گرفتم و دور شدم و خب اینجا خیلی تنها هم، واقعا هیچ کس رو ندارم، یعنی دیگه دوستان ندارم تو مدرسه و خب این خیلی به حس تنهایی میده. تا قبل از اینکه کانال یوتیوبمون رو با کنیم و شماها رو دور خودمون داشته باشیم که بدونم که مثلا وقتی ویدیو میسازیم و میذاریم کسایی هستن که نگاه کنن و براشون مهم باشه و لایک کنن، کامنت بذارن. این خیلی به حس خوبی میده از اینکه مثلا اونقدر که فکر میکردم تنها نیستم. و به خاطر همین کلا باز کردن این کانال یه اتفاق خوبی بود برام، یعنی خودم کلا هیچ وقت فکر نمیکردم مثلا تو یه مدت اینقدر کم به اینجا برسیم و اینکه شماها رو دور خودمون داشته باشیم. و خیلی از همتون ممنونم، یعنی واقعا از همه تک تکتون خیلی ممنونم، چون باعث شدید که این تنهایی من از بین بره. خلاصه که خواستم بگم آره، مام بابای من بدبختا این تمرینای منو گوش میدن. خب خودم یادم پیشرفت کنم.